برای اینکه گلدان زانفولیامونو عوض کنیم، به خاطر اینکه گلا وقتی بزرگ میشن و پاجوش میزنن نیاز به تعویض گلدان داریم، همونجوری که قبلا هم گفته بودیم. فصل بهار میشه این کارو انجام داد. این گلدون ببینین اندازه چقدره. سایز علف این گلدون بزرگه، ولی خب حالا چون نداشتم دارم استفاده میکنم، یه سایزم از این بزرگتر باشه کافیه. میتونیم این گلدون رو به این انتقال بدیم. حالا نگاه کنید ریشه‌شو. برای که انتقال بدیم اول چیکار میکنیم؟ این گلدون رو باید با یه چیز تیزی کاملا کناره هاش آزاد کنیم که ریشه هاش آسیب نبینه. سر نرمش میکنه. آزاد شد. خب قبل از اینکه آزاد کنیم یه گل رو دیگه ای داریم که اینو آماده کردیم که این گل رو به این داخل انتقال بدیم. یه گل داره خوب بهتره که پلاستیکی باشه و منفذای زیرش داشته باشه برای زه کشی. منفذایی زیرش داشته باشه که زهکشش خوب انجام بشه. ببینیم منفذا رو میتونی از ماسه یا هر چیز دیگه که بتونه این زهکشی رو انجام بده استفاده کنه. اومدیم از یه سری پوکه هایی هستش که تو بازار دارن، میتونید استفاده کنید. از این پوکه ها میشه استفاده کرد برای اینکه زیرش بریزیم و این منفذا رو یه خورده ببندیم که کاملا خاک عبور نکنه و از اون مهمتر این که سبک هستن این پوکاها و زهکشیشون مناسبه. خب ببینیم حالا یه خورده از خاکی که قبلا آماده کردیم، ببینیم خاکی که کوکوپیت داره، خاک برگه، یه خاک آماده شده است که ما ازش استفاده میکنیم. خاک خوبیه. خب یه حدی خاک ریختیم، تقریبا یک چهارمش که زیرش خاک باشه. حالا اینو که قبلا آزاد کرده بودیم، خب اینو برمیداریم. این خاک قبلیمون هم خاک خوبی بوده. ببینید چجوری میاد بیرون. این ریشه‌هاش قالب گلدون قبلی شده. بهتره که یه خورده نه که به ریشه ها آسیب بزنیم، نه یه ذره اینو شلتر کنیم که بتونه به قالب جدیدم برگرده. فکر میکنم خوب شده. یه ذره خاکش نرمتر بشه. خب حالا میتونیم اینو بذاریم داخل، اطرافش رو بیاییم با خاک جدید پر کنیم. دورش رو با خاک پر میکنیم. وقتی خاکای قدی رو یه خورده تکوندیم، حالش این ریشه هاش یه خورده هوادهی میخوره، آزادتر میشه و با این خاک جدیدی که میریزیم کاملا میتونه مطابقت داشته باشه. پرش کرده رو ریزوماشو کاملا بپوشونیم. بعد سه
سعی کنین دو تا سه روز بهش آب ندین. گیاهایی مثل زانفولیا که ریشه های ریزومی دارن، اینا خودشون آب تو خودشون ذخیره دارن. برای اینکه جا به جا شد دو سه روز آب ندیم بهتره. بعد از دو سه روز میتونیم بهشون آب بدیم. و این یه گلدون جدیده که بعد از دو سه روز قوی میشه، شما میتونید به خونتون انتقال بدین. یه خورده پرلیت هم، البته داخل خاکمون پرلیت داشت، یه خورده هم بیشتر میدازیم. هم زیبایی کار همین که خوشگل میشه. تأثیر خاک در رشد زانفولیا خیلی مهمه، اینقدر مهمه که خریدارایی که میان گل زانفولیا بخرن همشون گلایه از این دارن که چرا خونه میبرن گل زانفولیا رو برگاش ریز میشه یا میپوسه. خریداری که میرن خونه این خاکا رو ندارن، از خاکای باغچه استفاده میکنن. خاکای باغچه خاکای سفت و سنگینیه، هرچی بهش آب بیشتر میدی بیشتر سفت و سخت میشه. ریشه یا فضای کافی برای نفس کشیدن نداره، رشد نمیکنه. این رشد نکردنش باعث میشه که برگاش یواش یواش ریز میشن، برگای جدیدی که در میان و یه گل قوی ازش در نمیاریم. خاکی که از عناصر بسیار مهم برای رشد هر گیاهی، خصوصا همین زانفولیا که اصلا هم نباید سهل انگاری بشه. خاک باغچه به تنهایی برای گلدون زانفولیا مناسب نیست، چون زهکشی خوبی نداره. بعد از مدتی ریشه یا پوسیده میشه و رشد زیادی هم نمیکنه. از سوی دیگه برگای زانفولیا هم رشد نمیکنه. حالا بعضی میان چیکار میکنن؟ میگن ماسه زهکشی خوبی داره، بیایم از ماسه استفاده کنیم. میخوام ماسه ماده مغذی خوبی نداره. یعنی شما نمیتونید تو خونه بیاین از ماسه به تنهایی استفاده کنین یا فقط خاک رست استفاده کنین. اون ماده مغذی نداره، اون سفت میشه. حتما خاکی که استفاده میشه همونجور که گفتم همون ترکیبات خاک رو داشته باشه. میدونم نرمه و دائم شما نیازه که خاک اضافه کنین، چون پودر میشه، خاک برگه. و از اون مهمتر این که گلداناتون حتما زیرش سوراخاش بسته نباشه. بعضی گلدانا به خاطر سنگریزایی که زیرش میریزن بسته میشه سوراخاش، اونم زهکشی خوبی نداره و باعث میشه گلها بپوسن. پس بهترین خاک همون خاکیه که ما اول گفتیم، یعنی خاکی که توش کوکوپیت داشته باشه، پرلیت داشته باشه و کود 20-20-20 هم داشته باشه، حالا کودهای دیگه هم که توضیح داده بودیم. بعضی وقتا خاکاتون مناسبه، مشکلی نداره، ولی بازم ببینید رشد گیاهتون متوقف شده. فکر میکنی علت چیه؟ اینجا مشکل خاک نیست، فصل ها هم تأثیر دارن، مثل فصل زمستون و پاییز که گلا به خواب میرن. این گلا به خواب میرن یعنی رشد خوبی ندارن، اما در بهار و تابستان همین گلا با همین خاکا رشد فوق العاده ای دارن. بنابراین نگران فصل نباشه. همین که برگای زانفولیاتون سبز و با حرارت باشه نشانه سالم بودن گیاهتونه در زمستون و پاییز. رشد گیاهتون اگر میخواد برگ بده بهار و تابستانه، پس نگران نباشین. خاکتون رو مناسب انتخاب کنین، گلدونتون رو مناسب انتخاب کنین، دیگه نگران رشد گیاهتون نباشین. سبزی و با تراوتی گلتون مشخصه که اون گلتون سالمه.